به نام خداوند دادگر و توانا. سلام بیننده گران قدر تلویزیون آریانا و شبکه خبری آریانا نیوز. ما برنامه جدید نخبگان در خدمت شما هستیم. مهمان برنامه ما آقای سلیمان لایق، شخصیت فرهنگی کشور و در حال حاضر مشاور علمی اکادمی علوم افغانستان هستند. می خواهیم در رابطه با مسائل مربوط به زندگی جناب ایشان صحبتهایی داشته باشیم که به توجه شما میرسانیم. البته بحث ما با آقای لایق شامل دو بخش خواهد بود. بخش اول مسائل زندگی شخصی خود جناب لایق و بخش دوم احتمالاً دیدگاه ایشان در رابطه به مسائل جاری کشور جویا خواهیم شد. جهان سپاس آقای لایق از اینکه فرصت بر ما مساعد ساختین. تشکر از شما. بیاین که از زمانی که شما به دنیا آمدین صحبت خدا آغاز بکنیم که در کجا به دنیا آمدین، در کدام سال، متعلق به کدام خانواده و قوم هستیم؟ نام اصلی ما غلام مجدد است، چون پدر ما از ارادتمندای حضرات مجددی روحانیونه که در کشور موسیان معروف هستند. و در امو سال هم که ما تولد شدیم سال بوده که همی بحران جنگ های امیر حبیب الله کدامنی به پایان رسیده و شروع و آغاز مطلع قدرتمندی آل حضرت محمد نادرشاه شهید بوده. و در 20 میزان سال 1930 میلادی ما تولد شدیم در 12 اکتبر که مصادف است با سال با 20 میزان سال موازی قمری شمسی. و محل تولد ما شرن است که آل او به حیث مرکز ولایت پکتیکا قبول شده. ما خانواده بسیار مرفع و مربوط به خوانین هم نبودیم و قفاخور هم نبودیم. البته در قفاخور و چی مناسب؟ قفاخور در قبیله که پول هم نداشته باشی، مایه مردار هم بازگر کس وقتی که کلامکاری کنه سبور شما را یک تعجیز میکنه، این قفاخور میگن. نه در شهرها هم همه توی اصطلاح کابل است اصلا که ما در مناسبات قبایلی استعمال کردم. اونجا بود و ما طفولیت خود تا 7 سال در اونجا تیر کردم. همین سپاره الف با و همین سپاره اول قرآن شریف بعد از اون میخواندن نماز و وضو. و ما یک ملای هم که در مسجد خود داشتیم، پدرم چون خودش با علوم شرعی و امین سلسله کتب اسلامی یک آدم متبهر بود، ولی ملای مسجد خودش ملایی نمیکرد، دیگه کس همه اونجا امام مقرر میکرد. او امام هم آدم باسواد آورده بود از شمال، از ایبک، و او به بچه ها خط و الفبا نشان میداد. ما هم روی متقطه ها یک دو سه از اینجا یادم می شروع کردیم، یعنی حروف را نوشته نمی کردیم بلکه از یک کلمه ترکیبی یک دو همی اعداد فارسی را می نوشت. و دو ده بسیار ده مطلق ده شرایط خشن قبایلی که او معلوم است عالم و قبایل هم بسیار فرق کرده. در او وقت نفوذ حکومت ها بسیار ده قبایل اصلا نبود. در وجود خوانین یا آدم های صاحب رسوخ حکومت اراده خود با مردم بیان میکرد. اینو تو طفولیت ما گذشت. چند سال دارین با توجه از سال 1930؟ من 84. یک حساب بتین 84 سال دارم. بله. مکتب دوره ابتدایی را در شرن شما خواندین؟ ابتدایی نبود، نه تنها او وقت نبود، من که 30 ساله هم شدم هنوز مکتب دوی وجود نداشت، چون ما بعدا منتقل شدم به شهر کابل. و کابل در کدام سال؟ گهوار اصلی پرورش ما است. این حال از اگر تولده که ما براتون گفتم سالی 30 حساب کنین، من شاید در 6 سالگی یا 7 سالگی که دقیق نیست یا داشتی وجود نداره،
بعد اینکه من صاحب سواد شدم کل زندگی خود ریکارد کردیم. یعنی من آدم استم که تا عالم که مسافر شدم دیاری دارم. این روز من چی گونه گذاشت یک خلاصه می‌نویسم روی ورقه. او وقت یادداشت را نمی‌گرفتم. شاید 6 ساله 7 ساله پدر ما را به این شهر آورد و او بنابر ای که حکومت امو وقت از او تشویش داشت و او را اینجا آوردن باز او را در صدارت بردن و به او اجازه داده نشد که دوباره برگرده با و او وقت ما داشتیم خان یک صدر اعظم بود آدمی هوشیار بود بنابرای که پدر مرا در اینجا محدود و محصور ساخت لازم نیست که ما او را بر نفرت بگرم و وقت باید معرخین بگوین او چگونه آدم بود خو ایره گفت که نماز ما پشت دیگه کس نمیشه تو امام ما هست و تا آخر او سرنوشت آن آدم هوشیار بود. محمد هاشم خان کاکای زایرشاه. زایرشاه. و تقریبا بابیم 16 سال در مصدارت ماند. بله. اما تاریخ حکایت خوبی از عملکرد شاه محمود خان و محمد هاشم خان کاکای آلا حضرت پادشاه سابق افغانستان نداره. بسیار خلاص اگر بفرمایید دیدگاه شما چیست؟ والله من براتان میگم که قضاوت ها را بسیاری مردم از دیدگاه منفعت خود میکنه. این حال اگر من بگویم که هاشم خان بسیار خراب آدم بود و در ذهن ما از لحاظ عواطف ما آدم منفیست در عواطف ما. لیکن این قضاوت ماست بر مبنای منافع همون کوچک خانوادگی ما. هیچ باید معرخینه که جامعه را تحلیل میکنن که در امون شرایط در امون زمان یا مفید بودن یا مضر بودن مثلا اگه یک آدمی که او جمهوری خواه است او طرفدار دموکراسی تیپ غربی است با تمام حقوق انسان و این و آن و این رو بگوین که شما امیر حبیب الله خان و این دوره ها را طبعا منفی تحلیل میکنه ولی مورخین که در اینجا مورخین خود افغانی است تولد شدن اونا جبر تاریخ شرایط مجبره را این را محاسبه میکنن یک ذرد قضاوت خود این اطاف پذیر هستند. مثلا شما تاریخ غبار سبکه که از وطن پرستان آتشین است. من بسیار احترام دارم به شخصیتش. لیکن سر تاریخش یک بخش امو ظلمی که به او شده ستمی که شده او همه نکاس میفه. از لحاظ روانی. انسان خدا نیست. وقت فشار بده یعنی احساسات درونی خود تبارست داده در بخشی از تاریخ بله اتونی که آدم که ازش کراهت کنه همه وطن پرستا تقریبا همی سبکه دارن که غبار صاحب دارنه درباره بیان استبداد خانواده سلطنتی اداره سلطنتی این که میگن که شما مدخان خوب آدم بود این اسبیس یک ضرب المثل از در پشتو بسیار دلچسب است میگن نسبت پیل تا گومه خاپه رید نسبت به پیل گومهش پری از پری چون تو یک بینی کلان و دو تا چیزای اضافی نداره با یک مقبول چیز نیست لیکن نسبت به فیل بسیار قشنگ است. خوب از موضوع دور نمیریم جناب لایق صاحب. گفتین که شما به کابل منتقل شدین و درس و تعلیم در کابل شروع کردین. این مصادف به کدام سال بود؟ در کدام مکتب؟ در کجا؟ به چه ترتیب؟ از کجا فارغ شدین سرانجام؟ من اساسا در خانه پیش از اینکه مکتب بیایم یک ذره سبو مردم صلحا و مردم خوب گذشته میگفتن که خودستایی عیب است و خودستایی کار شیطان است لیکن ما حکایتا براتان میگم نه به بنابر من هیچ برتری هم ندارم من یک طفل ذکی بودم پدر من بسیار دلچسپی گرفت آدم دانشمند بود یک مولایی که در اینجا شما ببینید آل مخصوصا در بخش قبایل علوم شرعی فقه حدیث تفاسیری ها را میخوانه لیکن در ادبیات و فرهنگ وسیع افغانستان تصوف، عرفان، ادبیات که بیشترش در اونجا زبان رایج و فعال افغانستان زبان فارسی بوده در این وارد نیستن پدر من یکی از استادان زبان فارسی بوده می که ما هم یک ذره کمک از او استفاده کردیم اما برکت از اوست من پیش دیگه استاد فارسی رو نگرفتیم یکان جورنالیست های کنچکا هم گاهی مره میپرسند کی شعر ادبیات که یا چطور آشنا شدی یا این میگه حرفای سیاسی که تی مردم کار کردن من میگم که من در مدرسه در حجره پدرم تربیت شدیم واقعیت شمیست من مکتب خواندم موره را پوره کردم
فاکولته و تا لیسانس درسایی که در افغانستان مؤثر بود من اونا رو خواندم. ولی معلومات اضافی که مرد زندگی کمک کرد، چی در ادبیات، چی در رمی روابط با مردم، کار سیاسی بود، ما از پدرم بسیار استفاده کردم. آدم بسیار وسیع مشرب بود. اینی مولانا، حضرت بیده، یعنی چیزایی که لی وطن رایج بود، خانه ها، مساجد و حجره های که بعض وقت روشن فکرای اون زمان یک جای می شدن تا نیمه شب مثنوی می خواندن. پدر من هم امتو یک از مراجع امی ادبیات بود و او بسیار هم رای ما کار کرد. پیش از اینکه ما مکتب برو، من در مکتب یک در دستان پیشرفت رفتم، براتون خود گفتم. و او ای بود که بابی من سر من امی کتابای مروج او وقته که آدم قرآن شریف می خواند، باز ادبیات فارسی رو میخواند. چی در مناطق قبایل، چی در منطقه فارسی زبان ها، او وقت رایج امی بود که گلستان، بوستان از پنج کتاب شروع میشد. خب بابیم چون وارد بود، مسلط بود، یک آخوند عادی مسجد نبود، مثنوی رو رای ما خواند با معنایش. امرای ما سکندرنامه نظامی رو خواند از نظامی. امرای ما بهار دانش نصر فارسی کلاسیک خواند. امرای ما یک نصر مرسل کلیل و دمنه، کیور کلیل و دمنه بهرام شاهی میگن، به او منصوب است. یا سار خان، ما آرام آرام، اول خو حافظا واره میخواندم، پس اون خو آگاهی یافتم، کلان شدم و میفهمیدم، سوال میکردم. و یا امرای ما بسیار خوش شد دیگه. مباحث تصوفی، مباحث عرفانی، مباحث زبانی، لسانی. و ما وقتی که او شوق کرد که مرا گفت بچه تو حال بسیار پیش افتادی، تو باید در مکتب بخوانی، تنها فارسی نیست، چیزایی که من نمیفهم در مکتب درس میتن. و این چه آدم نمیرید، چی ریاضیات هست، فیزیک هست، جغرافی هست، مازی معلوم است. مرا برد، در مکتب بی بیه شامل کرد. سنما که وقت مرا او شامل کرد، الانوزم درس خانگی ما که تزو ادامه داشته مرشته. ما در او وقت در صنف برد برای امتحان دادن، مدیر مکتب غلام حیدر خان نام داشت، پس آن وزیر زراعت زمان داوود خان شد. غلام حیدر خان عدالت می گفتن. این مدیر بسیار آدم منضبطی که با شاگردار بسیار لطو کوب هم می کرد. وقت لطو کوب کردن یک طریقه آدم ساختن بود. آدم ساختن. اونجا که برد او هم از من امتحان گرفت، یک کتاب خواست. از صنف اول مرا خنده گرفت. چرا خنده؟ گفتم سعی کتاب رشت و کاس و ایران شد که چی میگه. ما یک ذره از عمر 9 ساله بودم، خو از قد سوخته واری بودم، نه تفی معلوم میشدم بیشتر از سن خود. باز از صنف 3 را آوردم تا صنف 12 را آوردم، مثل یک معلم بعد تا بهتر از خب کتاب های بزرگ دیگه را شما خونده بودم. خب فارسی را یاد گرفته بودم پیش پدر. او ایرت زده شد. برای بابیم گفت یک شهادت نامه کار داره. گفت نیست ای با تو نیست. ی دو دوره جمع کردن نمیتونه خو یک فارسی سیری یاد داره. این خو ما هم رایش کار کردیم. باز او فهمید گپ. گفت خب سنش بریدی که بسیارم چی نشه. صنف 3 داخلش میکنیم. باز ما بابی من گفتم که مرد صنف 2 داخل کنه. باز اون چیزا که پشت سر بانه باز من یاد نمیگرم. بسیار خوب. از کدام فاکولته فارغ شدیم بالاخره؟ باز از اون تا صنف 6 مکتب بی بیر خواندم و در اونجا بسیار شهرت یافتم، دمو خوردی. من در صنف 3 بودم که شعر می نوشتم و در کنفرانس های مکتب شعر می خواندم. و از صنف 3 اولین شعر من در صنف 3 در روزنامه انیس چاپ شد. و کس باور نمی کرد که شعر من نوشته. من تا اما محریری نیویورک که من مذاق می کردن که چطوری از کدام کتاب تیکدی؟ من بسیار دمو وقتم گپا می فهمیدم. صحبت می خورد سر مکم. من بیادر شاعر هستم. آها کلام کاری هم میکنم تفل بودیم نمیفهمیدیم نه و از امون سال ما شعر شروع کردم من تو فکر میکنم که شعر اول خود ما باید ده سال دیگه
دارین اشعاری که از شما چاپ شده و یا در کتاب ها در وقت... کدام مجموعه از اشعار حتما دارین؟ آله بله. آله خب نه از اشعاری را که در کودکی سرودین؟ بله در آرشیف ما او چیزا هست و ما یک آرشیف دارم و در صنف فکر میکنم سه یا چهار یک معلم ما داشتیم نامش غلام حیدر خان بود. من نمیفهمم تاثیرات معلمینه که اونا شاگردم میفهمن سیکولوژی شود لازم مسلک رسیده هستن به نهایت عظیم است. این عالمه بسیار بیشه میفهم اما آدم آدم شدن از ما کاشت چطور که تشویق کرد مره کلان آدم شیرت بازی مردم میگو که شیر تو یه چی ناک یک چیز چتیست اون تشویق کرد و او آدم بسیار بزرگوار بود با کتاب تشویق. اولین شعری که شما سرودین به زبان پشتو فارسی بود؟ پشتو بود. باید تا نست همون شعری که سرودین شما؟ اولین شعر من؟ والا نه، یک خوب شعرام نیست. خوش شعر از کافیه داره. او با ایتو یک مصرع شروع شده بود که لارم ایو باخته. خی غزل ویل بلبل. این کلمه خی در شاعرهای پخته نمیهنه. بله بله. او نمیدونم این مصری اولش به می شروع شده و باز او بلبل مرا میگه که من مثل تو آره شعر می سرودم فریاد می زدم ناله می کشیدم ولی یک چیز به نام فراق و جدایی وجود داره او آمد و سینه مرا داغ کرد. نه از اینجا شروع کردیم گویا ما احساس عاشقانه خود در می شعر اول خود گفتیم سنه ده سالگی آلی وقت تیر شده بسیار مردمی گپا رو نمیگن یا میشن من یا یک اجاب مزر ما یک کتپولی ایمی طبیعت شاعرانه یک طبیعت عاشقانه هم داشتم. بله نه؟ بله بله چهره های جذاب دقیقا آدم های مقبول مره می طرف خود میکشید لیکن ما زیر تربیت پدرم بودم او بسیار صوفی و بسیار پرهیزگار کلان بود با قصه ها با معمول شیوه هایی که داشت خوب نیست اگه من برتان بگویم ای هم برای شنونده هام یک چیز لا فارغات شد نه نه خوب بسیار آمیز بفرمایید از لحاظ اما حدود ناموسی هیچ وقت نبر آمدیم از امو طفولیت و از امو طبیعت عاشق پیشه و برات بگویم که سینه ما خزانگاه هزاران گل است که پژمرد و ما او را نکندم. خب چه زمان ازدواج کردین؟ چطور ازدواج کردین؟ آیا با عاشقی ازدواج کردین یا مو قبل آقا صاحب بزرگوار شما را اینطور است که اگر خانم میر بشنم مردیم و بسیار پیر شدیم ما 84 و ما از 70 گذشته و بیچاره مرض سرطان مبتلاست زنی که در زندگی به ما بسیار کمک کرد لحاظا گپای عاشقانه در مورد ای حرم ما ای من ممنوع الورود هستم به اون ساحه یعنی نمیخوایی که دوباره نه خیر به خاطر که خانمتون خبر نشه به هر حال یعنی ما برات بگیم من یک مقوله دارم میگم کسی که در رعایت زنش نیست و حرمت زور انجام نمیده و او حرمت قائل نیست امی آدم ای آدم نیست من در مورد زنها یک ذهن خاص دارم ما در محیط کلان شده محیط قبایلی که از طفولیت لد کو ازدواج های اجباری و چون آدم احساس بودم در کلمه مثل یک عکاس این ثبت می شد و بسیار بسیار حوادث به یادم است که عالم که یادم می آید که در طفولیت دیده بودم اما یک چیزی را به نام حقیقت میگن جناب لایق صاحب خب حالا خب گذشته شما 84 سال دارین خانم هم سن سال شما خب حالا فکر نمی کنم قار شوه یا چیزی شما را بگویه خب هر حال یک قصه باز مونده گفته ها را بگوین که شما چند بار عاشق شدین حالا در یه عاشقی کامیاب شدین یا شکست شاعر وضع خدا بسیار خوب تشریح کرده وضع مرا منو تو بگی میگه که این دل یک پاره را صد پاره خواهم ساختن تا دهم هر پاره در دست یک ماه پاره این تقسیم شده خب این انسان مطور است باز مردم نمیگه
د پښتو یک متل اس میګه د تور شپې نه هر څوک داری څوک حال وای څوک نه وای انسان انسان است بله اگر انسان می کشش و جاذبه را به جنس مخالف نمی داشت در کره زمین با این حوادثی که رخ می داد انسان زنده نمیموند دقیقاً کل می گفتن که ما تیر از زندگی بله لیکن چیزی که نگاه میکنه ما کمی به نظریات امو دانشمندهایی که امی احساسات سکچواله در سر کل روابط زندگی حاکم میدانه مثل از اونا نیخوته ای گدود ما هم به معتقد است چی ما را زنده نگاه میکنه چیزی که زندگی را دوام میده او چی هست زن و مرد مثل دو سیم منفی و مثبت برق هستند هر یکی که جواب بده جریان برق تاثیر خود وارد نمیکنه در امو محملی که باید او را بچرخانه بگردانه چیزی بکنه مرد و زن مثل می دو سیم است لازم و ملزوم یکی دیگه است زندگی روی شانه‌ای از یا استوار است امی احساسات عاشقانه اصلا مبدع زندگی است پس ازدواج شما عاشقانه صورت گرفت و یا بنابر امو سنت هایی که در مناطق قبایل وجود داشت کسی که عاشق نیست یا آل دمی جامعه کنه که بچهش خبر نیست وقت بابیش دوله می جنگانه یا در قبایل تفنگ می دن که دکتر فلانی گرفتیم نه و او ندیده که قواره ای چیز بینیش دراز است بینیش کلوله زوقا فرق می کنه از زن هم از مرد هم نه او رو برش میاره ای جهنم است ازدواج نیست ازدواجی که عاشقانه نباشه آدم مرده از شما عاشقانه بوده با کوف هم تو بگیرین دیگه بسیار خوب ثمره ازدواج که طرف میگیرم ثمره ازدواج این ازدواج عاشقانه چی است من براتون میگم که من آل دو بچه دارم دو دختر یک دخترم که ژورنالیست بود ژورنالیسم تحصیل کرده بود و بعدا معلم شد در فاکولته ژورنالیسم و مرد یک دختر ما ژورنالیسم تحصیل کرده بود در اتحاد شوروی و یک دختر دیگه ما فاکولته انجینری خوانده انجینر ساختمان و کنستراکشن است او هست شوهردار است اولاد داره و بچه کلانم یعنی اولین اولادم او آدمی هست نویسنده قوی توانا هست و به زبان دری می نویسه زبان پشتو را می نویسه خو تمرین از بیشترش در زبان, زبان فارسی است او نامش است فضل حق و معروف است به غرزه چون تخلصش غرزه است او در هالند است مهاجر است و در امی چی میگن امی اینترنت چیه که تبادل نظر میشدهش فیسبوک اونجا در جای هاست مقالات می نویسه منظم یکان وقت مشاجره های سیاسی هم تره میکنه او در حال این دست بچه دوم من و او اصلا درس خوانده تاریخه امگه اوی روسیه را خلاص کرده همون مرک یونیورسیتی لومونوسوف بسیار معروف است ام بی ای ماستر است ماستر است و بعد خوب در آلند یا مهاجر شدن زبان آلندی را میاد گرفته انگلیسی را میفهمه پشتو و فارسی را دیش را میفهمه حرف از لحاظ حرفه خود یک نویسنده است خوب کار میکنه در شرکت ها و روزمره و یا مامور دونا برنان پیدا کردن و یک بچه خورد من نام از زمرک است او هم قلم شیرین داره خو نویسنده حرفوی نیست بسیار دوام نمیده و شغلش که کمپیوتر کار میکنه او متخصص کمپیوتر است در آلمان در شرکت های آلمانی بسیار. کار میکنه بسیار. و کار شاقه بسیار طولانی به این بنیاد بسیار زیاد که مسائل چیز و او یک آدمی که البت موزیک نخونده لیکن بسیار علاقه مند موسیقی است موسیقی زیاد مشنوه رفیقایش هم هم مردم است که به میر رشته علاقه مند هم بچه خوب است او هم اولاد داره زن داره خانواده داره در اون شهری که من میباشم هر جای او هم همون جمعه ما که هر جای برم همون جمعه دیگه اون بچه ام است دختر خوردم او آل
در آلمان در یک شهر بخش سیهی زور رئیس شست زبانهای مختلف خارجی را یاد داره بسیار ذکیست اینجا مامور وزارت خارجه بود در افغانستان و اون حال کلشان سیب اولاد شدن مثلا بچه کلان ما بچه شال طبیب است در نیویورک دفاع کرد سند خدا و در اونجا ریسرچ سنتر کار میکنه نواسی شما دیگر بله نواسی ما دکتر تبس دکتر تبس و در رشته های ریسرچ علمی کار میکنه و اموتر دو طفل که دختر خوردم داره او هم یکی دختر از دختر دخترم شش هفت زبان زنده اروپایی رو مثل زبان های مادری یاد گرفت یعنی فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، ایتالوی و زبان کهنه لاتینه که در اونجا مال گویندر نداره نه؟ یه میتونه کنش گپ بزن بسیار قویست و اصلا رشتهش زبان خواندن نیست او شوق شخصیش است رشتهش رسامیست و موزیک بسیار خوب زمانه نوشنه میشه بفرمایید تعداد نواسا جمن از دو پسر و یک دختر به چه تعداد میرسه؟ حال نزدیک است یک مستوفی را استخدام کنیم که سایه بگیره نه زیاد اولاد نمی کنن بچه خوردم دو تا طفل دوگانگی آورد و تلفن کرد که پروژه کل عمر تکمیل شد یکیش دختر یکیش بچه گر سر اطفال خوب است و بچه کلانم سه طفل داره دو دختر بچهش دکتر شد دخترایش هم در یونیورسیتیشون شاید امسال برای و این دخترم که در پاکستان است او یک بچه داره که آخرین صنف یونیورسیتی رو میخونه دو دختر داره که هر دوش تحصیلات عالی داره و به زبان انگلیسی و یا و دیگه از بعض زبان ها مسلط است میایم سر مسئله ای که سرانجام شما دیپلم از کدام رشته گرفتین از پوهنتون ما تو بود که مکتب بی بی را میخوندم راضی بودم یک شاگرد ممتاز بود استادای من مرا دوست داشت فضای پرورش من بسیار خوب بود لیکن پدر من چون آدم عالم دینی بود یک مشورت داد و علاقمندی نشان داد که من به مدرسه شرعیه برم ما او را پذیرفتم و واقعا ما از لحاظ امو دلچسپی خودمون برای من یعنی این نبود که من ناراض باشم برای اینکه زبان عربی از دمو سن و سال صنف شش من تصمیم گرفتم که زبان انگلیسی و عربی که یکیش مادر علوم عصری دیگهش مادر فرهنگ و تاریخ اسلامی این دوتا رو باید من یاد بگیرم به می شوق رفتم که در مدرسه معلمین عرب از خارج استخدام می شدن و عربی ناب آدم یاد می گرفت و در اونجا من واقعا هم در پولی علوم اسلامی که تو بخش ادبی و زبان بسیار علاقه گرفتم کلاسیک های عربی را زبون واس و بوتوری و جریر و فرزدق و شعرهای عرب کتش مصروف شدم چون خودم هم در وقت دست یک سطح شعر میگفتم علاقه مندی داشتم و تا صنف دوازده زو رسیدم بنابر علل سیاسی که من در مورد دولت نظریات جداگانه داشتم اخراج شدم با لعت با کوه با حبس و ما در هر فاکولته یا در مکتبی که بودیم بازم گفتم که کار شیطان آدم گاهی مجبور میشه بکنه خود ستایی کنه ما رقیب درسی در عمر خود نداشتم ما یک در سر صنف که بودم در اول بودم لیکن همیشه از اینجا اخراج شده بود از اینجا مثل یک آدم بد اخلاقی که در جای برش هیچ جای گنجایش نداره ما بسیار زجر دیدم و از اونجا اخراج شدم دوباره پس دوباره مراجعه کردیم پدرم آمد آدم بسیار فاضل بود وقت از این نظربندی هم خلاص بود آدم آزاد شده بود در این دولت ها مردم های که او رو مشناختن به ایسی اگه آدم فاضل رعایت را میکردن او ما را زمانت کرد که ما دوازده نفر از مدرسه اخراج شده بود گویا ما رئیس شانو دیگه یا محرکین همه ما را در اونجا دوباره داخل کرد و زمانت کرد یک شش ماه بعدش دوباره باز در فاکولته رفتم از فاکولته اخراج باز اونجا به موجب یک مکتوبی که گفتن از ضبط اولاد آمده پرسید تو و به ما کس تا آخر نشان نداد که دو مکتوب چی است
برین در وزارت معارف. خواهد من فعالیت های سیاسی میکرد؟ شاید برای، بله دیگه چی علت دارم. باز من از اونجا آمدم اینجا، سعی کردم که در فاکولتی حقوق برم. اینجا آدم هایی که در وقت بودن، یکی در فارغ التحصیل از اروپا آمده بودن، رؤسای همین شعبات مهم وزارت معارف بودن، ما میشتن که ملا را بیبی و فاکولتی حقوق و که ملا بدم بودم اون نسل، نه؟ و من در جمله امون ملا ها شمار میشتم که حالی که تعصب میره دیگه دیگه و آدم بسیار دست و پایی و تیز هم است یه گروه خدا خواهد ساخته بعد زیر از این هم بسیار زجر دیدم یک چند وقتی بودم بعد یک زمان مر امون رئیس پوانتون چی نام دارد آخر وفات کرد در پاکستان آدم خوب بود سکرتر خود گرفت مره حافظه من ضعیف شده در چیزایی که به من بسیار در زندگیم تغییر آمده حافظه من ضعیف نامای دوستا آشناها رفیق های نزدیک یادن رئیس پوانتون هم یادم رفت اگه یادم آمد میگم برتن سکرتر از او شدم و او هم یکان نظری که از من میخواست سر ما باید گمان شد میخواست که در کدام فاکولته مرا زمانت کنم من صرف شده از چند وقت هم باز رفتم که پی سی بی را امتحان بدم و پی سی بی یک مدخلی بود برای فاکولته طب که بود بله بله شش ماه امتحان زورم تیر کردم لیکن امتحان مرا مرد باز گفتن که اگه ملا و فاکولته طب رفتن جایز نیست بله ولی من زحمت میکشیدم یعنی امتحان هم میتونستم داده و اهلیتی را داشتم که دوباره در یک رشته دیگه خدا آماده بسازم به نتیجه اینجا دو یک دو برادری بود بسیار آدم های صالح بودن هر دویش از امریکا دپلوم آورده بودن آدم های محترم نجم الدین خان انصاری در هیچ دار تالیف وزارت معارف بود بیادر از او امان الدین نام داشت رئیس فاکولتی ادبیات بود این دکتر سید نجم الدین خان انصاری که دیپلم بسیار معتبر داشت اصلا دکتر دندان بود باز به خاطر این فضیلت بزرگی که داشت به وزارت معارف دادن که تو تبابت ایلاق و نسل نو تربیت پیش زی رفتم صحبت کردم از من بسیار خوش آمد گفت تو چه عیب داری که تو رو به اخراج میکنی ما گفتم شما خو اگر رئیس هستین پرسان کن وقت علی احمد خان رئیس تعلیم و تربیه بود که بود وزیر معارف شد علی احمد خان پوپل و همراهی من بسیار صحبت کرد از ما هر چی صحبت کرد از ما خوشش میاد برزی که ادبیات فارسی رو میفهمید اون آدم بسیار وارد آدم بود تو آدم نبود که یک دیپلم از امریکا آورده باشه می جامعه رو سر فرهنگش بود یک آدم ذکی نابغه مانند با فضیلت آدم پرهیزگار آدم و ای گفت که من تو را ضمانت میکنم بچه مرا غرق نکنی ولی یاد و ای خو میفهمی نظام است تو بازتون گفتم من صاحب آل بدنام شدیم هر کار دیگه کسان بکنم میگن که گیده بینجاست و واقعا بعضی مظاهرات میشد این فاکولتا باید پولیس پشت من هم که گفت بدن ما والا به خبر رو که در کجا تنظیم شده کی کشیده برحال نجم الدین خان روح شاد باشه مرد بسیار با شرف بود مرد وطن خواه مرد مسلمان مطابق به خیر و صلاح افغانستان آدم متعصب نبود من روان کرد پیشم بیادر خود که میره هر رقم میشه بگیره من در وزارت معارف ضمانت زیر میکنم و میگم علی احمد خان که رئیس در تاولات این وقت این خسر بری از او بود یا او خسر بری از این او رو واسطه کرد از گیر از او مره خلاص کرد نه؟ خب امین نجم الدین خان بسیار کار کرد برای من رفتم در فاکولتی ادبیات در اونجا سنفلی فاکولتی شریعت بود اینجا داخل شد اینجا وقتی که رفتم که دو رشته داشت تاریخ و جغرافیا و در او وقت ادبیات فلسفه همین شعبه ادبیات فلسفه را من گرفت وقتی که ادبیات شروع شد بهتاب صاحب ما را درس میداد دو استادای بسیار بزرگوار که حالی اون استادا نیستن در جامعه بسوادتر استاد بودن لیکن از لحاظ شخصی و فردی بسیار آدم های قوی بودن هاشم شایق صاحب بود یک دانشمند دیگه قفقازی صاحب یک کس همیه گفتن و جاوید صاحب در جوانا اولین بار جاوید صاحب از تهران دکتری گرفته بود یام آمده بود اینجا تدریس میکرد خب ما که استادا را درس که یام میداد برای من مثل وقت ضایع کردن اینا مثلا بدی بیان معانی ما این کلاسیک های عربی را خوانده بود خوانده بودم هم مطالعه مصنوی معنوی کلیله و دمنه و چیزا را در طفولیت شما فرا گرفته او خیر و خب متناس ما بر تو این کمی علوم مثلا
ما وقت لی سطح بودم که عبدالقاهر جرجانیه که او از امی علوم ادبی عربی را یعنی بدی بیان معنی استاد زی بود مخصوصا در معنی و برادرایش یا اکثر به او استناد میکنند چون از لحاظ مذهبی کمی به اونا نزدیک است و یکی دیگه به نام علامه تفتازانی سعد الدین تفتازانی که اهل سنت و جماعت او را در این موارد خب سرانجام از این فاکولته فارغ شدند لیسانس گرفتند بله من اردوی زیر مقایسه میکردم اینجا دیدم که مثل برای رشتوکا کتاب نشته باشد تو یکی بود تمام روز فاجعه میکشیدم زود به تاب سه مرا کشف کرد کی گپا پریزی هیچ است خانه برد مرا بسیار نوازش کرد تو میگه شعر میگی دو سه تا باش اوه تو بسیار کلان شاعر میشی چه آدمای با فضیلت بودن حالی که در سر دنیا یک بچه شعر خوب بگویه رو سرکوب میکنه ما را حسادت میکنه کجا میمونیم استاد دوزخ نرسانیمش بیزارش دقیق است همون طور است او آدم بزرگوار بسیار مرا دلاسا کرد و گفت که بعد از این ما یک ذره سفید هم شدیم تو صلاحیت داری در سای مرا داری این صنف خودم بته در صنف های بالا هم در پایان ما گفتم بتاب صاحب قبول نمی کنن با چه خوب میگه او صنفی ما در مال درس بته این نمیشه خوب صاحب با مشکل رو قناعت دادم لیکن میشست باز میگفت لکچر کنی ما تقریبا در سای زور جاوید صاحب خوب کلیت بود که در خانه مرا می برد نوت لکچرهای خودم میداد خدا بیامرزشید به این معنا نه که من جاوید کم بزنم لیکن مرا میگو بیبی که اگه نواقص داری تکمیل کن چین سنایی بزنید؟ من اینه تو یک شاگرد سنید بسیار خوب خوششتم فاکولته را خلاص کردم و از فاکولته گوی وقت بسیار خوب. من چهار سال گرفت بسیار خوب بیم سر یک بخش دیگه از زندگی تان چطور با حزب دموکراتیک خلق رو آوردین یا عضویت حزب کسب کردین بار اول با کی شما شامل ارتباط شدین رابطه با نخست شما با از رهبران حزب که همین نسل اول حزب دموکراتیک خلق تقریبا آدمای خود ساخته بودن اینجا سوابقی حزب نداشت یگان آدم معتقد اگه بوده افراد بودن نه این سازمان ها و تشکیلات تا حزب ملی را کسی اجازه نمیداد حزب مذهبی و اسلامی را کس تعمل نمیکرد چی رسه به حزب چپه که علیه اون نظام باید می جنگید ما یکه اینه تو می آدم های زخمی و زده یک جا شدیم شناس های فردی در خانه ها ما او را از لحاظ تاریخ حزب خود دوران محفلی میگیم پیش از کارهای که کنگره به تشکیلات اون کارهای محفلی ما خودم از این آدم از او آدم کتاب بده بخون لیکن اولین آدمی که ما از لحاظ ای که فکر کنیم که اینجا یک حزب ضرور است، یک حزب چپ ضرور است ما استاد خیبر رفیق ما بود و راجع به او افسانه شنیده بودم بسیار در غیاب زیر تاثیرش قرار گرفتم شما میفهمین کشور ما تا بسیار وقت حال من و زمتره چی یک مردی بود فلانی تو را ندیدی زیر تاثیر زیر قرار میگیرینه اینه تو گفته شد این آدم استاد خیبر یک سوانی بسیار تراژیک و بسیار زنن داشت که هر جوان ارزومند که برش بگوی به او سمپتی پیدا میکن این اول نمره صنف خود فارغ شد در بالای سار در رشته عسکری و این در مو وقت یکان بچار گوشه ببر و اخبار توزیع کو تنویر میکرد کلش بگرقم بود و در او مکاتبی که بسیار دیسپلین بود اخبار خواندن من نبود کتاب بچه از غیر کتاب های درسی از بیرون آورده نمیتونست میفتن پیش خیمه برش میزنن لطش میکنن اخراجش میکنن این زیر شک آمد و دو وقت یک کودتای چی شد طرح شد تو باش یک کسی بود دمی والی ولایت بود باز بود خوجه چی نام داشت خوجه خوجه از در نامش اونا یک کودتا مانند یک از برادرهای از آره یک گوسوار متهم شد که یام گوسوار نام فامیلیشان است یعنی نام بر تحقیر ایش نیست خب اونا خود گوسوار ها میگه دمیر هم شک کردم که ای سازمان داده با دمون روزی که شهادت نامه میدادن و دمون روز ایره گفتن تو بیشی به تو مکافات داده میشه رسم خلاص شد ایره در موتر سیاه شاندن و در کوته
پنج سال یا چهار سال کوتاه کلفی فقط از یک غرفه به اینا. کتاب هایی که شما نوشتین مختصر تعداد شمارشان به چند کتاب میرسن؟ من نمیفهم که کتاب آدم چطور شمار کنه. خب من همین روز که کسایی میخواستن درباره من آثار من یک مطالعه کنند، من درست حساب دادم. من براتان میگم به زبان خود، اولین کتابی که من چاپ کردم در شهر سال 41 بود، 13 سال 41، یک کتاب اولین کتاب پشتوی من که وقت من مدیر عمومی امی پروگرامای تربیتی رادیو بودم، بنوا صاحب رئیس ما بود، 1341 به نام چونغر. بعد از یک کتاب بسیار زمان بود طول کشید، چون کتابای ما یک کمک زیر فوکس چامن ما چپ نویس شدم. باز یک کتاب مخفی ما چاپ شد ده هند، چپای هند چاپ کردن به نام کشدی که آمد اینجا و همون جوانایی که چاپ کرده بودن نمونا اینجا وارد کردن و توزیع کردن و بازار نرفت به اشخاص افراد. بعد از او من یک کتابی چاپ کردم در زمان انقلاب، این ردیف کتاب های پشتوست به نام یادون و درمندونه، یادها و خرمنها تو معنا میتر فارسی. پشت سر یک کتاب چاپ کردم به نام ساحل که انتقادی بود، حال هم آویزه گردن مست زیادتر زمان مجاهدین بوده و ناده بود چی شدن، کمی اضافه روی هم شده، خیر از کسی حضور نخواد خواستم. و پشت سر از او یک کتاب دیگه چاپ شد به نام سپرغک جرقا. و بعد از او یک کتاب دیگه چاپ کردم به نام سندر پسوی واتونو که آوازخانی در جاده های سوخته هیپ یک معنا میده، او هم چاپ شد. و یک کتاب دیگه مرا جوانای که در هند تحصیل میکنن تالم نمیشناسم یا کیستن، اشعار پراگندی مرا در یک بدست شما در جمع کردن به نام شپیلی. یک کتاب مرا انجمن جوانای حزب دموکراتیک خلق افغانستان مکس پشتو فارسی چاپ کردن. در زبان فارسی اولین کتاب من کتابی به نام بادبان است که در این روزا دوباره چاپ شد، اول فروش میشه در بازار، این سومین دفعه است که چاپ میشه. یک کتاب دیگه بود به نام راه روشن جاده ها و هم اشعار دریس و رنگ سرخش بسیار قوی است. و بعد از اون پشت سر از اون آل یک کتاب است که پول در جیب من نیست که اگر نه قابل تال دادن نیست، که همین نظام یک کمک به نظامی گذاشته هم وارد است، یعنی این موضوعات ازش. او از به نام عقاب گم شده نه؟ او از نام خود از یک شعر گرفته که زن از در جنگ مندر دیگر میگن شویت مه در کوچه واقعی کدامان استاد میشه و او مرد هیچ وقت نمه، هیچ وقت، و در آخرش باز ختم میشه و سرنوشت عقابان چه حیرت انگیز است که زیر بستر آتش که تو چه کار سرود زندگی جاودانه میخوانند. ده تا یک چیز ختم شد. او هست یک کتابی که من در زبان دری او رو نوشتم، یک رمان است که من به او امیدوار هستم که کار بسیار عمقی است. او عنوانش است مرد از کوهستان و ایتو شروع میشه از یک اسیر رو من رو الهام گرفتم، از سال 59 او رو زیر کار گرفتیم تا حال سرش کار میکنیم. یک اماس هست، یک رمان است، با شعر است و هیکلی که خدایش تراش کرد به شوق، بلند قامت و مردانه و صلاح به دست، و روزگار به دست منش نمود اسیر. سلام کرد دگر من مرا و گفت ببین چه اژدهای های محیب آوریده این بدام، و با دو دست گشاده اشاره کرد به او، به او که همچویل از فسانه های کهن و از سلاله گردان شاهنامگران ستاده بود که فرمان او دهند به تیر. این از اینجا ایش رو میشه یه دگه چیز داستانیست که من خود
سیاست خود سیاست مجاهدین مداخلات خارجی در افغانستان در این نکاس دادیم ولی این زبان سیاست نداره زبان شعر داره عشقای سوزنده این نامردی ها مردی ها غارت ها کی کرده چپ کرد راست کرد رعایت نیست قهرمان ایزی یک مجاهد است آفرین در اون وقت که ما شروع میکنم کس نام مجاهد را گرفتن نمیتونست این باز یک امریکایی یک ژورنالیست اینجا آمد یک روز بسیار دلچسب از داستان اینجا بسیار مشهور آدم است من او را میشناسید فاین من نام داره و یا صاحب می اخبار لس انجلس تایمز است یکی از نویسنده های بزرگش است این آمد یا گروه از ژورنالیست ها برای من صحبت میکردن کلگی وقتشان پوره شد خیلی یک سوال هم لکه یک جان مقبول بوتکای چی حلقای تلایی و ایران شدم که این چطور یه آدم هست من رام به تعجب انداخته بود یکی مبر آمد یک ژورنالیست پاکستانی است احمد رشید نام داره بسیار معروف است بله بله میشناسم بله یه احمد رشید هم شش که تیزی رفیق کسی بود چطور مویام ما گفتم برین وقت شما پولش داره بیدار دو ساعت من بر شما فرصت دارم ما کار دارم این امریکایی گفت که ما خوب از این آمده که از تو سیاست بپرسیم ما یک آدم دیگه هست بفرماین گفتم چیزی که میکنی وقت را رعایت نمیکنی خوب تندی شروع شد ما امریکایی بعد ما آمد ما شرقی ها یک بدی داریم که اگان وقت اما رعایت های لازم فرنگی که باید صورت بگیره با ژورنالیست خبر رسان امور هم خیال میکنی که رعایت ماست بله که کمه آلی وقت گذاشته لحجه تلخه پیش کرد بگو بیاد چی میگه گفتو را میگن شاعر سیراسی هستی گفتم بیا اگه اوان اگه اون شعر بنده تنبانی نشته میکنم بگفت شاعر قوی نیستم نه نگو میگن تو خو امو شاعر خواستی گفتم ما یک کم تو ماست گونه تو شاعر بسیار کلان هستی از تو یک سوال دار تو که شاعر هستی شاعر خو مرد عاطفه است مرد است که زیبایی را میستایی مرد است که به عشق و علایق روانی انسان تعلق میگیره به او دلچسپی میگیره تو که آدم کشا و جلادای یک جای شدی این میشه جواب بده تو تا نیستی وجدان تو اجازه داد حیران شده که تو یه سایی کن از امریکا آمده ما هم خواستیم که تبر هم یفیم خرس نیست که خرس هم یفیم تبر هم زمو رویه که دو وقت دو چی بود من گفتم تو را کدام پلیس سیاهی یه پیش مرا یه کده چرا تو گپای نمونیس میزنی گفت هر کس شما سیاهی میبینید شما با یک ملت احترام نداری و یک پلیس امنیتی ما شما هم دارین ما هم داریم ما والا که بفهمید که کجا هست چی میکن من نه سیاهی هستم و خدا گفت جواب داده نمیتونی تیر میکنی خود خب دمی جنگ ما وزی نقاط یافته خب بالاخره یه سر سوال آمد که حال سری چی کار میکنی من این رومان هم معرفی کردم که یه شروع کردیم چه خاص گفتم یک صد صفحه قدر نشته می کلان هم واسه خو قهرمان ایزی چیست موضوع ایزی چیست سوال و جواب و سوال این که پس رفت من گفتم یک بچه هسته که یک ژورنالیست از امریکا باز دوستا با من اول دادن خط روان کنده وقت شیطانک نبود گفتن که لس انجلس تایمز سر توی تو یک مضمون نوشته که کل امریکا را تکان داد و اینه تو یک کتاب نوشته اینی قهرمانش زد از یواست مجاهد است رویه قهرمانی سکیچش ایست سب سبایش از آلیوت سب مکتوبا طرف من شروع شد که داستان سر ما بفروشد چون خود از آدم آدم بزرگ است نه بعد من پشتیبانی کرد از کارم از زندگی من حتی اونجا از نفسی ها تعریف هم کرده بود خب در حالی که شما شاعر بودین در حالی که شما طب شعر داشتین در حالی که مزاج عشق و عاشقی در وجود شما از بدون شک شاعر هستین خب چطور شما به احزاب چپی پیوستین هم انگیزی از ایره شما دقیق توضیح ندادید یه طور است که من برای شما بگویم امی افغانستان امو سیاست مدارای متداول روشن فکرای شهریه که میخواستن مطابق به سنن افغانستان چیز را دست و پای کنن با واقعی فرصت نداد بر نظریات بسیار ساده که برادر امی یک جمهوری به خب خوب بسیار ساده است چرا بندیش میکنی که یک گپ است یک زد امو آدم رفته بوده زندان 18 سال 17 سال یا یک غیبت یک پاچار یک شاهزاده را کرده بود رفته بوده بندیخانه هر کسی سالا مونجا افتیده بود خانوادهش برباد به طفلش در مکتب کس نمید
ما دیدیم که رزق کل چیزای یکیست. چرا بدارم نه سیاست ها رو نه. و اعتقاد ما چی بود؟ که مو آدمایی که در وائل ما جمع شدیم پنجشیش شاید شما باور نکنید. دلسوزی بسیار عمیق به انسان بیچاره وطن. که حالم رو من مرده. اگه من تغییر روش سیاسی داده باشم یا مبارزه برای پخش ایدئولوژی نمی کنم معنایش این نیست. گراوند مساعد نیست. معنایش ایست که همدردی ما مانده برای دو یک وریانت دیگه. نه؟ کابولا یک گپ ضرب المثل خوب داره. میگه فلانی سر زمین خوش جل فیروزه میره. جل فیروزه قسم یخماله که در کابل خو اوزای او دریای یخ زده و یخماله که ننه بودم یخماله کوچگی بود نه؟ بله بله. باز در پرس یک امام یک دند یخ زده باز بچه هم امدن سریزی یخمالک میزن یک یخمالک هم جل فیروزه میگفتن و ایتو میکنن بچه های کاکا پای خود ایتو ایتو یعنی جل فیروزه است باز کسی که کار ناممکن میکرد هوشیارای کابل او را میگفتن این شهر از خود انانه و چوکات داشتی بس علایده است و او نمیرم باز او میگفتن که فلانی سر زمین خوش جل فیروزه میره بله. یعنی کار ناممکنه کار جاهلانه را میکنه ما برات بگویم که ما تقریبا بنابر عدم تجربه ما افراطی ترین سیاست انتخاب کردیم و دلیل ازی چی بود؟ این محرکات داشت، زمینه ها داشت یک دعوای ارضی داشت افغانستان هم رای پاکستان پاکستان سر ولایات شرقی افغانستان و بخش از پنجاب و سند و یا جور اینجا یک عده مردم حتی در طبقات حاکم هم در محافل حاکم هم کسایی پیدا شدن سردار ما داود خان که مثلا را تعقیب کردن در این سیاست کل ملت انوال شد مردم افغانستان بسیار زمین دوست مردم است این غلط است که کار قبایل است یا کار پشتون است هزاره اما قدر علاقه مند است که قبایلی است اما ازبک اما قدر علاقه مند است این که پنج تا دیوانه اینجا قومه را میگه می جنگانو یک گگپ است ولی این مردم یا پرسه پشت میر و ملک پشتون بره یا پشت میر و ملک ازبک بره در جایی که خیر وطن نباشه نمیره امی مردم همون سیاست رو تعقیب کردن دولت مزاق میکرد مردم پرسرش ساد شد این سیاست غرب رد کرد پاکستان حمایت کرد این سیاست اتحاد شوروی تایید کرد سیاست ملی شوروی باید خاطر بره این یک مسئله گرایش روشن فکرها به طرف این سیاست چپ مسئله دوم پیش از این که افغانستان از لحاظ اقتصادی ها کمک کرده شوروی ها به خاطر برید داود خان رفت که سلاح بگیره برای اینکه غرب جواب دادش او از پاکستان رقابت داشت که بته هزار سلاح با پیسه بته یک کم پولی که در بانک ذخیره کرده اگه نه سلاح را همیشه به قرض میتن با او کس نداد که برود بیادر در پکت سیتو و سنتو داخل شو پکتی که ضد اتحاد شوروی و در شمول افغانستان و عراق و وقت و ایران یا هم در او شامل بودن یا ایره رد کردن سرداری بسیار سرکش بود تو ساده نبود که بدخوی رفت او در روزه شمال که هیچ وقت کس حدس نمیزد که ایره کس تق تق میکنه اما در روزه رو تق تق کرد و گفت بده بفرماییم تانک ما بسیار مقبول نیست غرب باری خواهی چیزی هست ماشیندارم میتونی میتونی سلاح ها را داد با قرض بسیار طولانی و طبعا او باید متخصصین کار داشت از کرا گروه گروه رفتن اونجا در اونجا خود نظریات هم تبلیغ میشد در پولی مسئله فهمیدن؟ و این مسئله بعدا اونا به داود خان گفتن که ملک تا ای اردو میخوره ای خوب تو توسعه بیتی ای سلاح ها را که بردی تو باید دیگان توسعه بیتی دیگه پول برات نمیمونه بگی 100 میلیون دلار ما میتمید کمک اقتصادی اینه او هم مردم افغانستان که ولی یک کشور است به ما کمک میکنه سرک میسازه سیلومه اینه علل برای نظریات چپ زمینه ساخت حالا پشیمان نیستین شما؟ نه هیچ وقت راضی هستین؟ من گوش کنم من که پشیمان شم معنی از یست من سر خرد سر شدن یک شهر تا شدنش دوم شهر معامیانه است کسی رو معنی بد نتر من به گذشته خود به هر روزش افتخار میکنم چون به این نیت بوده که می کشور یک چند گام پیش بره دمی تجارب افراد می این نوزت اسلامی است شما دارایی در افغانستان چه دارین؟ در گذشته چی داشتین؟ امی لحظه چی داشتین؟ وقت من بسیار کم داشت من امو چیز رو که پیش از
و پیش از حتی چی داشتیم خانوادگی از پدر کدام چرک مانده باشه من هیچ چیز ندارم یک خانه در وقت ماموریت خود در ماموریت طولانی و خدمات بسیار طولانی یک دانه خانگه که خورد در پشک برم برآمد زمین در کارته پروان امور قلوخک دیوار کرده بودیم بازو را فروختم اینمی فعلا خانه که آپارتمان است رفیقای و اونجا امنیتت خوب نیست بیا و من امی خانه رم در طول 8 9 سال پولش دادم که تمو خانه رم فروش کردم جهان سپاس جهان سپاس تشکر. آقای سلیمان لایق مشاور علمی اکادمی علوم افغانستان از صحبت‌های بسیار جالب و شیرین شما با عرض پوزش وقت ما هم پوره است و وقت برنامه هم پوره است بیشتر از این هم میتونیم صحبت کنیم صحبت‌های شما تشکر. خیلی زیاد جالب است انشاءالله در برنامه آینده در خدمت شما تشکر که بعضی لیات ما گوش دادین تشکر جهان سپاس بینندگان عزیز این بود صحبت‌های جناب لایق صاحب مشاور علمی اکادمی علوم افغانستان که در رابطه با مسائل مربوط به زندگی خود از 84 سال به این طرف تا امروز بسیار صحبت‌های همه‌جانبه و جالبی با ما و شما مطرح ساختن تا برنامه دیگر خدا یار و نگهدار شما